حسین دائما از پیکنت واسه همون مقاله میخونه، شبات برنامه هاش و اینا، و افرادی چون فرخ نگهدار، طاهری پور یا طاهر پور، آقای کشتگر. آخ یه خبر بدی، خوب بد نمیدونم که چی بگم. تلویزیون رادیوی مرحوم مروتی تخته شد. شاید انقدر ما اینجا تو این تلویزیون گفتیم که بابا این حسین مهری یکی از عوامل بازدارنده حرکت مردمی در خارج از کشور و یکی از عناصری است که در استمرار رژیم اسلامی سهم بسزایی داشته، و درود به آقای میبودی که ایشون رو اوورد وارد بازی کرد. میبودی خیلی ها رو وارد بازی کرده، نوریزاده رو آب توبه رو سرش ریخته و خیلی ها رو. حتما ایشون میپیونده به آقای قائم مقامی، چون ایشون میگن رادیو رو تیک اوور کرده. اما اینایی که اسامیری که میرم همه رفقای همین آقای حسین مهری هستن، فرخ نگهدار. کی بود اون توده‌ایه تو پلتوات پس گردنی میخورد؟ حشمت یادم نمیاد، نمیدونم چرا فامیلی این کسافت من یادم میاد. طاهرپور، طاهری پور، کشگر، فتاپور، توده‌ای های شرمگین همانند بابک امیر خسروی، مسعود مهنود و بیشمار شبه انسان هایی در این قد و قواره، مزدور بزرگ نوریزاده، مرتب علیه مردم به جان آمده 31 سال سمپاچی کردند و هشدار میدن ساختار شکنی نکنید، مبارزه نکنید، مبارزه خشونت آمیز نکنید، انقلاب نکنید، صحبت از براندازی نکنید و خواهان سقوط رژیم نباشید و اندر مضرات سرنگونی رژیم مثل داریوش همایون نامه‌نگاری، نمیدونم مقاله نویسی یا وسرایی میکنند. اما گروه سوم، یا تو نره با رژیم خواب دیدیم سقوط کرده، کسایی که باید بیان جواب بدن، دارم من از خدا دارم آمادش میکنم به عنوان دادستانی کل. گروه سوم اما اکثر ترور شدگانی هستند که به دست لشکریان خونخوار اسلام و در زمان خلافت کثیف‌ترین، پست‌ترین، بی‌شرف‌ترین، فریبکارترین، دروغگوترین شیخ حکومت اسلامی خاتمی جان باختند. آیا عجیب هست که خاتمی این هرزگوی گشاد دهان به یاوه‌گویی نپردازد و مدام از جانب مردم سخن گفته و ادعا کند که مردم خواهان نظام اسلامی هستند؟ مدتیکه پوپیوس خام خاتمی، مردم با تمام وجودشون از شماها متنفرند، از توی کسافت که به اصطلاح ترتمیزی و خوشلباسی و دروغگویی و لبخند میزنی تا اون چلاغ اولاغ افیونی رهبرتون، بزرگتون، کوچکتون، تمام این سگ صورتهایی که با این قیافه ها یک بیری دماغای اینطوری، تو چجوری از جانب مردم هر میزنی؟ مردم خواهان نظام اسلامی هستن و آنانی که شعارها علیه نسبت و خامن خاتمی میگه آنانی که شعارها علیه نظام نکبت اسلامی و ولی فقیهش را داده اند غلط کننده ها خطاب کنند. یه دفعه دیگه این رو میخونم. آنانی که شعارها علیه نظام نکبت اسلامی و ولی فقیهش را داده اند غلط کننده ها خطاب کنند. اما بریم سراغ گروه بعد. پس خاتمی یه گروه بزرگ مال تو هست، لیست همه اسامی دوران اطلاعات امنی، دوران 8 سالت، بچه های اطلاعاتی، رؤسای امنیتی، نمیدونم دادستان ها، وزیر دادگستریتون، رئیس قوه قضا، همه رو داره. این دارم تقسیم میکنم، از زمان ابراهیم یزدی شروع کردیم، رفتیم تو دوره دوم سال 60 موسوی و تشکیلات و همون خامنه ای اون دوره و بنی صدر و این حرفا. گروه سوم رسیدیم به گروه دوم اعدام شده ها که رسیدیم به
دادستان ها، باجوها، شکنجهگرها، تیر خلاصن ها، موسوی اردبیلی ها، سانعی ها، موسوی تبریزی ها، گنجی، عبدی، میردامادی، آرمین، رمضانزاده، مخملباف، گروه اونم رفتیم. گروه سوم هم که ترور شدگان و کشته شدگان و تمام کسانی که در زمان توپ و فیوز خاتمی کشته شدن، ترور شدن. اما گروه دیگری که رو به دادگاه خواهند کرد، دانشجویان و استادان و خانواده آنها هستند که در اردیبهشت سال 59، دو سال بعد از فتنه کور و کودتای گوادالوپ، یا خرداد 78، یا توسط افرادی نظیر ابراهیم نبوی سرکوب و کشته شده، و یا هزاران هزار نفر توسط سروش و زیبا کلام و باند تبهکارشون اخراج و زندانی و شکنجه شدن. همین کثافت هایی که الان تو خارج از کشور با کروات و فکل دارن از اسلام رحمانی و این گونه مسائل صحبت میکنن، حال عجیب خواهد بود که اینان سخت از ادامه وامانده گاری استفراغ تاریخ رو دارن ازش دفاع میکنن. تو مو میبینی و من پیچشم، صد نفر میان و میرسیم برن و صد نفر میان. بازی ها چی؟ حرفا چی؟ این تازه یه حکومت نیمه دموکرات اومده، مردم واسه سرش مثل عقاب وایسادن، این رژیم کشیده شده پایین، مردم دارن میان جلو میگن آقا حالا اومدیم حقمونه میخواد، حق اولمون اینی که ببینیم کی بچه های ما رو کشته. در انتها اگر چپاول و غارت ثروت‌های هنگفت توسط سردمداران رژیم، باندهای مختلف مافیایی، به خصوص دزد کثافت بی همه چیز هاشمی رسمنجانی، طول سگ‌های دزد و جنایتکارش، خانواده‌اش و تمام جانیان و دزدان بزرگ دیگر نظیر طبسی و مهدوی کنی و خامنه‌ای و طول سگاش و همه کسان دیگری که در این باندهای مافیایی میلیاردها میلیارد دلار دزدیدند، و دول غارتگر، اونهایی که در طول 31 سال گذشته خون ملت ما رو توسط اینها تو سرنگ کشیدن و این خون رو در بازارهای آزاد، اگر مثلا 100 دلار یک دونه شیشه اینقدرش ارزش داشت، به آنها یک دلار فروختن و آنها در بازارهای آزاد 100 برابر به کشورهای دیگه آبش کردند. بفهمید تا تاشو چی دارم میگم. یه مثال بود، اگر قدرت درک باشه فوری ترانسفرش میکنه، فوری انالایزش میکنه. دول غارتگر از تمام کشورهای اروپایی و روسیه و چین گرفته، اونها رو هم اضافه کنیم، آیا خیلی عجیب خواهد بود که تمامی این دولت‌ها مستقیم و غیر مستقیم از ادامه و ماندگاری این رژیم جهل و جنون هنوز دارن حمایت می‌کنند و جملگی کر و کور و لال شده‌اند؟ اینها همان دول بشردوستی نیستند که برای بشردوستی و حمایت از حقوق بشر خمینی را به ملت ایران تحمیل کردند و کثیف‌ترین، چاقوکش‌ترین، فاحش‌زاده‌ترین قشر جامعه ایران رو، اراذل اوباش رو به ملت ایران تحمیل کردند؟ مگر اینا همونایی نیستن که اگر خونی از دماغ کسی در یکی از کشورهای مخالفشون میریخ، زجه‌های دفاع از حقوق بشرشون گوش دنیا رو کر میکرد؟ چرا 31 سال خفه خون مرگ گرفتید؟ با تمام صحبت‌ها و مسائلی که براتون مطرح کردم، تک تک و تمامی شما هموطنان آزادم به این مسائل آگاهید و قبول این که جز خود و افکار عمومی جهان، هیچ فرد، گروه، سازمان و دولتی، هیچ فرد، گروه، سازمان و دولتی از من و توی دشمن رژیم اسلامی، از من و توی که نفرت از حکومت اسلامی داریم و خواهان مرگش هستیم، یعنی مرگی که دیگه اصلا هیچ طریقی قابل بازگشت نباشه و حتی جنازش در خاک ایران حل نشه، هیچ گروه، هیچ فرد، هیچ سازمانی، هیچ کشوری از من و تو و جنبش، خیزش و رستا